اینالی ما ای شما و ای هم سوالایتان. چیزی که راز و نیاز است کنیم. خدا خیر پیش بیاره. امشب از حفیظ محمدی از دوران طفولیت شروع میکنیم. ناگفته نمانم که ما و پرودوسر برنامه زیادی طرف و طرف جاسوسی کردیم، بسیار چیزا رو هم پیدا کردیم که نمیتونین انکارم کنین از چیزه. 100% وقتی مکتب آغاز کردیم صنف 2-3 بودیم، دوران رنگارنگ طفولیت با روزگار و مسئولیت گره خورد و این روزگار و مسئولیت شکل گره خورد که آیست آیسته به کرگره تبدیل شد و تا بال را اونمو مسئولیت و روزگار و یا ادامه داره. اما طفولیت ما مقسم گذاشت، هم ساتری میکردیم، یک وقتی که پیدا میکردیم میدویدیم در ساتری، باز پیدا ما میکرد پس میگه برو در کار یا برو درس، و هم کار میکردیم هم درس میخواندیم. شرایط شکلی بود که لات خوردن هم زیاد بود، چون کلگی سراسیمگی زیاد بود و و یک چیزی که بسیار ما به طفولیت مشهور بودم حسنا جان بایی بود که مثلا کسی که خانه ما میمال میامد، باز ده دقیقه بعدش باز مرا میگفتن که حفیظ چی رقم خنده کرد، چی رقم گف زد، و ما در اکت کردن و ادا در آوردن امو شخص بسیار ملایق بودم و فقط شبکه خنده شروع می شد. و حالا ما او استعداد ندارم متاسفانه، که حالا نگویی که از مرا چیکار، اگر ما طفل می بودم 100% بازی دیگه مرا پرسان می کردن، هم اکتت می کردم، هم خندیت می کردم، هم صدایت می کردم. گپای ما که خلاص شد برنامه، که خلاص شد بین خود گرفتین از حفیظ جان پرسان کنیم باز برتان می گرم. نیو استعداد نمان داله. اولین کارتان در چند سالگی بود به یادتان است؟ حسنا جان ما که از دست راست و چپ خودش ناختیم، اما اصلاحی ها میانیم ما شما در کار بدیم، و ما اولین کار ما غرفه داشتیم، چوبی غرفه بود، لیلامی فروشی بود، میوه فروشی بود و بود فروشی دم یک دوکان گاهن فصل تغییر میکرد، باز مطابق از خرید فروش هم تغییر میکرد، اما بسیار سنه مخورد بود، صنف 3 و 4 مکتب بودم. از اینجا شروع شد. ما دیگه وظایف دیگه رو که انجام دادیم، کارهای دیگه رو کردیم، کرفتیم، شاگرد شدیم یا شیشتیم، کار کردیم. اصلا جان ما در رستوران کار کردیم، قالین بافی کردیم، در صرافی کار کردیم، اینقدر پیسه حساب کردیم که به اندازه پیسه های 10,000 و 5,000 که در وقت طالبا که بود هم تو کلان که بوجی می آوردن من داختن بازور. ما زیادتر بلد بودم که می چیشه پیدا کنم، تقلبیشه، نقلیشه، اصل بدلشه، اصل بدلشه که بازو بسیار نقش داشت. بسیار پول حساب کردیم که بخیام رنگ چشم ما سبز می شد از بس که حساب میکردیم. در ورکشاپ تکنیکی رادیو و تلویزیون کار کردیم مدت کمتر از یک سال، و اولین کارم که من ایسه حسابدار من کار شروع کردم صنف 12 مکتب بود که با یکی از کمپانی هایی که جوس میفروختن و بعضی موارد خوراکی دیگر عمده میفروختن. خب و جالب است که کل دکاندارای مندوی کابل مرا میشناسن، کسایی که عمده فروش هستن از خوراک باب. این کارم کردیم که یک ذره کاری که در پشت کامپیوتر و میز یا شد از اینجا بود، و بعد از باز به انستیتوت رفتم که خودم انگلیسی و یار درس خوانده بودم کامپیوتر، باز اینجا رفتم انگلیسی و کامپیوتر و پروگرامای پایین درس میدادم. بعد از باز اولین مرکز احجار کریمه بود اسنا جان که برای یک سال اونجا رفتم کار کردم، ام سنگای قیمتی زمرد لاجورد این چیزا را مفروختن. من رئیس امان کننده فروشات در اونجا کار میکردم، او یک تجربه بسیار خوب بود. بعد از باز بک مؤسسه رفتم به نام واحد تحقیق ارزیابی افغانستان ARU که در اونجا من رئیس استاد انگلیسی تقریبا 3 سال 4 سال در اونجا بودم، و کار رسانه‌ای ما قبل از طلوع با تلویزیون خصوصی نوری آغاز شد. من تهیه کننده و اولین کار ما بود و هیچ ما دیگه چی نخوانده بودم، درس از اینکه من تهیه چطور میشه یک برنامه، نتاقی چطور میشه، اما در اونجا عملی ما دیگه شروع کردمش که مدت یک سال بودم. همکارای بسیار خوب، دوستای بسیار خوب در اونجا داشتیم، پیدا کردیم، و بعد از باز من همکار شما شدم سال 2008 که فضل خدا تابال مرا نکشیدین. خوشبختانه. از دوران مکتب بگوین، یکی از شیرین ترین دورانهای زندگی ما و شما که هم شوخی داره، هم خاطرات شیرین داره و هم لذت خوردنا داره. ما صنف اول در مکتب امیر شایلی خان شروع کردم. از او آدم ها نبودم که گریان کنم یا بگویم که من امیرم یا این موضوعات، و تا صنف 3 را در اونجا خواندم. بعد از او صنف 3 و 4 باز بعد از او آمدم به لیسه نادریه، لیسه نادریه تا صنف 5 فکر میکنم خواندم، و بعد از او باز یعنی امی سفر از این مکتب به این مکتب، از این مکتب به اون مکتب، سه پارچه کده بودین دیگه. یک هم صنفی ما به یاد من نیست، بخاطر از اینکه
از هر مکتبی که من بعد مکتب دیگه میرفتم خود یک 40-50 نفر خود یک صنف می بود و یادداشت کردن هر چهره و در ذهن سپردن بسیار سخت میشد. دیگه از او مکتب نادریه به لیسه ابوذر غفاری یک لیسه بود به خرقه، در اونجا من درس خواندم تا صنف 8 و صنف 8 باز یک چیزی که میخوایم حالا بگویم که هیچ وقت مشارک نکردیم، صنف 8 باز آخرایش به سر من شوق عسکری و نظامی زد بسیار بد رقم، که شب و روز من خواب میدیدم میگفتم من باید یک افسر باشم، یک پلیس باشم. آخر پدرم دم یک روز کل کار من تمام کرد، گفته نه بیادر اینی ورقت میتونی بری بربی 16 از صنف 9. از صنف 9 جالبی است که بعضی کسا میگه که باید عسکری کنی، همی جلب و چیزا که میگه دیگه ما تیار تجربهش داریم و ترس هم از عسکری و یا نیست. جالب است که همه چیزایی که بیادم همه از دوران زیاد هم مثلا هم زیاد نیست که از دوران میگه کاغوش های بسیار کلان عسکری 70 نفر 80 نفر در یک کاغوش خواب میکردن، چبرکات های دو منزله و صبحی وقت ساعت 3 بجه از خواب بیدار میشدیم، میرفتیم نماز میخواندیم، بعد از اون میرفتیم تمرینات و تعلیم قدم و یا بود جمع نظام بود، بعد از او با ساعت 8 بجه درس شروع میکردیم تا ساعت 2 بجه. دیگه سیستم عسکری که بسیار محکم، یکی از خاطراتی که هم تلخ است هم شیرین است، یک شب ما خواب بودم چپرکت ما منزل 2 بود دیگه و من فکر میکنم اون شب من خیال خانه کرده بودم، من در خانه است خواستم و شکل شد که دمی جریان طرف های دوبه شب بود، مثل که خواهدم بسیار خسته که در روز میشه زیاد به ای پالو شد به او پالو شد، من دیگه به ای پالو شدم به ای پالو دیگه که میشدم نشدم به ای پالو، از اون بالا خوردم به زمین از منزل 2. از منزل 2 در دو بچه ها پایین افتاده در روی خوردم، دانم یک ذره اوگار شد و پایم اوگار شد، هم خندیم گرفته هم کشیشتیم استاد شده رو بیتانم. این کسی که در منزل اول بودی منزل اول که بوده که او هم خنده کده رئیس میگه چرا فکرت را گرفت بودم در خواه آدم فکر خود گرفتم میتانم. بسیار جالب بود و او یکی از خاطرات بود که هیچ وقت از یاد نمیره، اما او روی هم رفته همون نظم و دیسپلین و ای بسیار آدم پخته میسازه که مثلا نور کاملا هم قسم گذاشتم مشقت های را که آدم میبینن بدون شک هر کدام در اون سن خورد پخته میسازه 100%. دیگه ای دوری عسکری بود صنف 9 اسنا جان، صنف 10 شدم باز این سیستم که تغییر کرد، نظام تغییر کرد در افغانستان، باز پس به مکتب ملکی رفتم دیگه، باز نظامی را ادامه ندادم. صنف 10 و 11 را در یک لیسه خواندم به نام مارا خان و باز مزو لیسه پس به یک لیسه دیگه رفتم، صنف 12 را اونجا ختم کردم. 12 سال مکتب گشتین کل کابل دیگه گشتیم. و جالب است که بعضی هم صنفی ها و یا کال مرا میشناسن، سلام به تمامشان برسه، به تمام استادای بزرگوار که در مکتب ما بهشان درس خواندیم مرا میشناسن. یگان دفعه مسیج که میکنم در فیسبوک میگم مرا شناختی در اون مکتب که بودی، من میگم نه با خدا در ذهن من نمانده، اما او دوستا که مرا دیدن میشناسن. تنها مکتبا نامشان به یادتان است خلاص. از لیسه انصاری باز من 2004 بود که فارغ شدم. دیگه این سلسله مکتب بود، اما در بینش اگه عسکری هم بود یک دوره. کدام خاطره به ذهنتان هست از این مکتب و سنفیتان خب به یادتان نیست؟ خاطرات بسیار جالب. اولین دفعه که من از مکتب گریختم که فامیلم خبر شد، باز صنف 7 یا 8 بودم، یک همسنفی من منصور نام داشت، همسنفی من نبود در اون مکتب که ما بود، گفت حفیظ ما بایسکل آوردیم بیا که بریم باغ وش، وقت طالبا سرکام کپرک خراب از قرغه دیگه میاییم، این ساعت زی خالیس ما رو تشویق کرد دیگه. ما که تشویق شدم که زی خیستم برامدم، گفتم سهیس میریم، ما دیگه دیم قنجوقی بایسکل کرده شدیم، بایسکل از دیدم جمپا میخوره خاک و خاک پر. خب بالاخره رسیدم در باغ وش، دیگه یک ساعت وره گشتیم نمی باغ وش، یا دیگه منصور گفتم حالا ناوخ شده بریم پس بریم که نال خانم باید برسیم یه دفعه چینش ناوخ نشه. میاییم که دمی دان دروازه باغ وش یک نفر خواب است پتور سر خود کش کرده، ما دیگه میگذریم از پالیزی دیگه گویا که از دروازه ما برایم، دیگه هیچ خوش و خوشحال دیگه نخ باغ وش دیدیم تفریح کردیم، که از زیر پتو دست میاید دست مرا ما کرده الله نگو که پتوی از این شخص سوراخ بود، از این سوراخ ما رو تعقیب کرده، گفته بان که کل تفریح خدا کنن باز داخل میره دزگیر میکنم، مرد دزگیر کرد، من گفتم دست میلاک کی هستی، روی خدا بالا کرد که میبینم که اندیوال ما مایم،
گفت آفرین، تو گفت در وقت مکتب از مکتب گریختی. گفت نه برو من خانه را بگویم سرت مامایت پدرت مادرت خبر شد که تو هر روز میتو خواد کنی. و من اولین روز بود که برای منظور چی کرده بود، تشویق کرده بود که از مکتب بگریزم. باز گفته خانه؟ باز خانه گفتن، بسیار باز جنجال شد، مرا بسیار سرزنش کردن. تا یک مراسم خاص، سرزنش خشونت آمیز، تا یک مراسم خاص از من پذیرایی کردن که دیگه از مکتب نگریزی. اما خاطرات بسیار شیرین باید ماندنی هم دوری طلایی که میگنم دوره مکتب است. بدون شک شما یک شخصیت منحصر به فرد خودتان نداری نفیس جان. من عکستان هم گذاشته بودم در فیسبوک که دست به دست شد در بسیاری صفحات اجتماعی همچنان و کامنت ها و نظریات مردم رفتم خواندم. جالب است که یکی از چهره های مثبت رسانه ای هستین. تا به حال هیچ کسی بر شما ایراد نگرفته و شخصیتتان دوست دارن. در شخصیت رسانه ای حفیظ چی نهفته است؟ برداشتی که دوستا کردن، لطفی که دوستا میکنن، نمتانای ما میکنن، همیشه تشویق کردن. اما تا حد توان آخر ما کوشش کردیم که در هر پروگرامی که بوده، که ما بودیم، پروگرامی که در تلویزیون داشتیم، غیر از اینکه پشت صحنه کار کردیم، یگانه چیزی که به یاد ما بوده ای بوده که برای وطن، برای هموطن، برای نزدیک شدن دلها، برای همدل شدن مردم کار کنیم. و همیشه دمو صدر جدول کاری ما یا در فکر ما بوده. بعد از باز کارا مطابق از امون پیش رفته و دوستا لطف کردن و تشویق کردن. بسیار خوب. اولین باری که روی تصویر آمدین، اولین برنامه را که اجرا کردین، به یادتان است؟ استاد جان، ما در تصویر سال 2010-11 بود که ما میخواستم که یک برنامه بیم در تصویر و او وقت ما در رادیو برنامه داشتم، من تا کارهای مدیریتی خود معمولا در کنارش بود. بله. باز تصادفی که یک اعلان پیدا شد در وقت، یک اعلان یکی از شرکت های مخابراتی بود که پشتو و فارسی باید میگفتی و اعلان هم فکر میکنم 45 ثانیه بود و از ما خواستن که خود چندین بار ثبتش کردن، یا فارسی اشتباه میشد یا پشتو اشتباه میشد، اما یک نفر باید پیش میبردش هر دو زبانه. ما را گفتن که بیا پیسی خوبم داشت، من میگفتم نه، من به اعلان نمیام، به تصویر به برنامه میام. ما اگه بیام به برنامه میام. باز بسیار تاکید کردن، کسایی که در اصل بودن زنگ زد گفت که امی اعلان خودت برو و خیرت با می شروع کرده، مشکل نیست. باز ما اعلان ثبت کردیم، یک شرکت مخابراتی بسیار کلان بود. اعلان ها دیگه دمی هر تلویزیون که سویچ میکردی که من استاد هستم، تنادت و لوده پشتو و فارسی بود، در هر تلویزیون بود. و جالب بود که اکسا و یارم گرفته بودن که اکسا هم در بلبوردا و یا در هر جای داشت قسمت های مختلف شهر و یا در ولایت ها ای نصب شده بود و بعض دوستان مرا آزارم میدادن بخاطر که یک عکس بود که امی کارت های موبایل ما قسم گرفته بودم، کارت های موبایل ما یک بندلش کشال می باشه. بله. باز بر ما زنگ می زدن، می گفت اولین کارت فروش موبایل که نکتایی زده. باز با عموم به تصویر آمدم. بعد از او باز آستاستا برنامه نامزد بود، اگه شما یادتان باشه. بله. یک برنامه سیاسی و تفریحی و اجتماعی بود. دو برنامه آمدیم، برنامه رقابتی بود و بعد از او باز قاب گفتگو شروع شد. سال 2013 بود، ترویاش رو جور کردیم و باز 100 ثانیه بود. که سالانه هم تقریبا یک 4 سال وار در نشرات بود. خاطرات بسیار جالب و خوبی از 100 ثانیه هم داشت در ذهن من هست. دیگه که از او جمله، از او جمله یکی از روزا، خب 500 سه غیر مساوی تقسیم میشد در 100 ثانیه، اگه یادتان باشه. بله، 500 یادم داشت. و یک گروه بود که یک دختر بود، در بین استاد بود، دو بچه داد طرف و کلی سر من انتقاد میکرد که چرا شما پیسر از سه غیر مساوی تقسیم میکنین، که گناه من نبود، گناه فرمت برنامه بود، برنامه مقسم شویش بود. و یا 600 هزار هم فکر میکنم بردن امی گروه و به سه غیر مساوی تقسیم شد و ما یارا گفتم که جور بیاین، 20 ثانیه برشان میدادیم که شما جور بیاین پولا را بگیرین. دیدیم که یا جور نامدن و دختر بیچاره هم سه هم اگر گفت برم شما دوینتان زودتر جور بیاین که میره پیسه صفر نشه یا چی نشه، ورخطا بود. یا جور نامدی بچه ها، 50 ثانیه اول شروع شد، این پولا کم شده رئیس، کم شده رئیس، دخترم طرف از این سکرین سعی کرده رئیس که 600 هزار آمده پایین شده رئیس و همین مورال از یام پایین آمده رئیس دخترم. خدا 50 ثانیه کت شد. باز ما گفتم شما وقت دارین فکر کنین، 50 ثانیه دیگه براتون میدم، اما اگر صفر شد مربوط شما میشه، 600 هزار شما صفر میکنین. باز که 50 ثانیه دیگه شروع شد، پایین آمد دو بچه دیگه بین خود جنجال داره که نه تو تکدی مایت کردم، توی سوال جواب ندادی، من سوال جواب دادم. آستا 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 پیسه آمد از این 300 هزار
آمد کمی صفر شد، این دختر خانم یک بار رفتید زوف کرد در پشت میز، میبینیم که خالی شد، دو نفر استاد است پایین سعی داره این دختره که رفتیده، و باز من رفتم طرف های دیگر بود و یکی از همکارها رو پیدا کردم، گفتم بیاین که یک ذره آب یا بروش زدن، باوش آمد دید سری بچه ها بیسا قار بود، گفت خاک در سرتان شوه که 600 هزار گفت شما صفر کردین، مرا مورال ما صفر کردین. بسیار جالب بود 100 ثانیه و امو معلومات عمومی و معلومات مکتب و یارا میرساندیم و 4 سال هم ادامه پیدا کرد. یکی از سوالاتی که در ذهن بسیاری ها هست حفیظ جان، شما یک برنامه داشتین در رادیو که بسیار مشهور هم شد. بله. در مقابل یک برنامه دیگه که خانم‌ها داشتن به نام 4 خوارخوانده که خودم یکی از خوارخوانده بودم. بله. شما 4 دوست داشتین. بله. همزمان در یک روز نشر میشد. این 4 نفری که در برنامه بودین واقعا دوست بودین؟ 100% دوست بودیم. ما او وقت این برنامه رو شروع کردیم، در ذهن ما یک طرح آمد، گفتم که ما یک برنامه جور کنیم که بسیار برنامه خودمانی باشه، شوخی باشه، موسیقی باشه، خنده باشه، و این 4 نفر همی تمام بخش‌ها رو پیش ببره، و ما این برنامه رو با شروع کردیم 4 دوست، که حتی شکایت آمد که برنامه شما شب جمعه نشر میشد که فرداش شنبه باشه، جمعه شب فردا شنبه، و بعض کسا شکایت کردن که شما این برنامه رو ببرین به یک روز دیگه، به خاطر از اینکه ما که صبح مکتب میریم خود تا 12 به شب برنامه می بود، ما که مکتب میریم کل ما بیخواب هستیم و استادا و یا کلش غالمغال میکنن که شما چرا بیخواب هستین، علت از چی است؟ علت از 4 دوست است. برنامه رو میشنیدن. برنامه رو میشنیدن و اون برنامه بسیار برنامه خوب بود. مصطفی زیار بود، احمد پوپل بود، اجمل بود و من می بودم. دیگه یک خاطره بسیار خوب و خوش از رادیو، زیاد برنامه اجرا کردیم در رادیو، منتها 4 دوست نامش و خاطراتش همیشه در ذهن من است. عزیزای دل یک وقفه کوتاه داریم، بعد از وقفه که برگشتیم منتظر باشین. یکی از رازهایی را که تا بالا درباره حفیظ محمدی حتی خانوادهش نمیفهمه قرار است که بعد از اینمی وقفه که میریم و پس میاییم ازشان بپرسم و همراهی شما دوستان هم خواهان هستیم، با ما همراه باشین. تشکر از همراهی همتان عزیزا، هر جایی که هستین خوش و خندان باشین و با برنامه هم همراه باشین. قسمی که پیشتر گفتم یکی از رازهایی را که حتی خانوادهشان خبر نداره قرار است امشب در برنامه بس کنین. در آغاز برنامه خیر پیش کنه که راز چی است. در آغاز برنامه حفیظ محمدی براتان وعده کرد که هر سوال جواب میتم و هیچ چیزی را هم پنهان نمیکنه. خانواده دومتان را فامیل خبر دارن؟ خانواده دوم یعنی خودت کوشش داری که من از یک کشور بکشی بیرون؟ فامیل دوم یا خانواده دوم؟ بله. من میخوام در باریزی بگویم. جالب است که کسایی که کار میکنن، درس میخوانن، نسنا جان، از دید ما خانواده دوم کسایی است که یکم را آدم کدش میباشه، مثل همکارا. حالا شما وقتی که در خانه هستین، و میاین به کار. تیرتان نیارین. سوال ما جواب نمیگیرم. به کار میاین. در آخر باز جواب دارم بردان میدم. در کار میاین. سیست؟ در کار شما 8 ساعت با همکارایتان هستین. بیشترین وقت با همکارایتان میگذارن یعنی؟ بله، صحبت بله. میکنین، در ارتباط هستین، کارها یک جای پیش میرن. تبادل نظر میشن. بله. و در خانه که میرین 1-2 ساعت 3 ساعت شاید وقت داشته باشین که بشینین. از همین خاطر خسته شدین؟ و در پالویش در مکتب و در پانتون آدم میره. بله. که در همسنفی های خود میباشه 4-5 ساعت در یک سنف میشینین. ما فکر میکنم خانواده دوم دقیقا همین کسایی هست که بیرون از خانواده هستن و همکارا هستن، همسنفی ها هستن، دوست های نزدیک هستن که بیشترین وقت خود آدم کدشان میگذارن و راحت تر میتونی صحبت کنی، بشینی، قصه کنی که زیادتر در خانواده قسم راحت نمی باشی. من ایره خانواده دوم خود میگم. دقیقا قسمی که امیال عکسای حفیظ جان ما هم در تصویر میبینیم و دوستا هم میبینن که با خانواده دوم خود است. با خانواده دوم نام خدا تعداد از خانواده بسیار زیاد است دیگه. از دیشان درآمدن دیگه. اما کسایی که ما در یک سان نیستن یا لست نکردیم یا نبودن به این معنی نیست که وا در شامل نیستن. همگی دوستایی که ما را میشناسن، همگی علاقمندا و عزیزا، کلشان خانواده مثل فامیل واره برام هست. در خانواده اولتان در خانواده اولتان با مادر زیاد صمیمی هستین یا با پدر؟ من فکر میکنم بچه‌ها زیادتر با مادر خود صمیمی هستن و دخترها با پدر خود. یک چیزی هست که شما شاید تیره بله تجربه کردیم. تجربه کردین و هم نظر هستین. ما خب پدر مادر میوه کمیافت است، شیرین ترین کسا هستند در زندگی انسان.
هر چقدر که میتونیم باید با ایشان نزدیک باشیم، بشنویم ازشان و چیزی که میگن دلشان رو نیازاریم. ما زیادتر که مادرم نزدیک بودیم، از مشوره هایشان، از راهنمایی هایشان همیشه هم مستفید شدیم، بدون شک پدرم هم نقش بسیار برازنده را داشته، اما بیشتر با مادر نزدیک بودیم. و آفرین مادرای عزیز، خصوصا مادرای افغان، آفرین حوصله از یا شما. فکر کنین اسنا جان، شما خودتان هم یک مادر هستین، طفل به دنیا آوردن، او را بزرگ ساختن، به ثمر رساندن، و باز بعد از او که ازدواج میکنه با زی مادر، یک پسوند دیگه که اضافه میشه کلان، که مادر کلان میشه، باز بعد از او پس اونمون نواسر مثل طفل خود واره، پس هلی. بزرگ میکنه، پس متوجهش میباشه. یعنی به حوصله مادرای عزیز و استقامت و صبرشان یک سلام متعسکری تقدیم تمام مادرای افغان و تمام مادرای جهان. واقعا صبر و حوصله و استقامت باید ما از مادرای عزیز خود یاد بگیریم. و یک مادر، ما فکر میکنم اگه 10 پدر یا 20 پدر یک جای شوه، کار را که مادر انجام میده نمیتونه انجام بده. یک کار میکنیم، هم ما، هم بیننده و هم کسایی که در تالار هستن، به افتخار مادرها یک کف بلند میزنیم. به افتخارشان لطفا. بدون شک، بدون شک. بیننده عزیز، تشکر از همراهیتان که تا این دم با ما همراه هستین. من مطمئن هستم امیال همتان در خانه شیشته با خانواده یا ای که مهمان از خانه‌تان یا مهمان رفتین جای غذا میل میکنین، چون وقت نان خوردن است، نوش جانتان، هر چیزی که پخته کردین از طرف ما میل بکنین. و من برنامه را میخوایم که تقدیمتان بکنم، ادامه شه. گفتنی های بسیار خوب دیگه هم در برنامه داریم که تا آخر همراه ما باشین. بخصوص در این قسمت برنامه چهره نازنین و زیبای اطهر شیرین شما میبینین. اطهر جان سلام. سلام. خوش آمدی. تو خوش آمدی. زنده باشی. صحتت خوب است انشالله؟ آه. خب، کت پدر آمدی در برنامه، دعوتت کردیم. آه. پدر دوست داری یا مادره؟ اردوشه. نیزیاد کدام شه؟ این سوال سخت است. کجاش سخت است؟ یک تشنه بی خلاص. نی سخت است سوال دیگه. مادر یا پدر؟ کی؟ پدر. آی جان. مقصد من رشوت ندادیم ایش کنم، نام من گرفته کنم. براستی در خانه میگن زیاد شما را دوست دارن اطهر جان. اطهر جان آه دیگه. دختره که دومی تان است؟ آه، اطهر جان دختره که دومی است، مطهر جان دختر کلانم است که 7 ساله شد و اطهر جان 4 ساله است و همچنان برین جان که دیگه برین که آمده کمک زره ای برادر ما از کشف دیده. اما یک دفعه ما رو میگه این که آمد ما از ناز خلاص شدیم دیگه. باز من میگم نه، از ناز خلاص نشیدی، از نظر میگم مانده نازاید مانده. اطهر جان، پدر زیاد برین دوست داره یا متحره را؟ برین. برین دوست داره. اصادت نمی کنی؟ زورت نمی تا که بغل میکنیش ها؟ نازش می تا؟ نه. پدر چه قسم ناز می تید؟ میگه قند شیرین. جان همه درام هستی، نام خدا، قند هم هستی، شیرین هم هستی. چند سال هستی اطهر جان؟ چند ساله؟ 4 دیگه. 4 ساله؟ اینقه. پدر کمک میکنه کتت که چیزایی را یاد بگیری؟ حساب کدن یادت داده پدر؟ ها، ما بیخی برشان نمره میتم دای برده چیزا. خوب، ترانه بر ما میخوانی چطو؟ گل 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 شمایی مثل فرشته هایی، خوشی کنیم، خوش لغندان باشیم، اما شهر کجای شاد 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 بنویس، قدر هم دیگر را بدانید، سرود مهربانی برای هم بخانی، دعا کنیم بچه ها در اینجا غم نباشند، صفا دوستی زیاد شود دنیا، دست علیارتان خدا نگهدارتان. آی جان، چقدر مقبول، چقدر پیام خوب داشتی ترانه خودت. کلان کشیدی به خیر، باز نمیفهمیم در کدام سمت می باشی، کجا می باشی نمیفهمیم. باز برنامه پدر سعی کو که خودت هم دو هستی، ببین در مثل خورده چقدر ترانه خوبش خواندی. خب از او وقت درکش خواد کردی. صلح و صفا و دوستی زیاد شود دنیا، خصوصا در افغانستان. بله. که بیخی دیگه اطفال هم مال صلح میگه، کلان هم صلح میگه، پیر هم صلح میگه، جوان هم دیگه که صلح بخیر بیاید دیگه، من چیم کجا هستک. عفیز جان. بله.
تصمیم گرفتیم تا یکی صلح براستی بیاید تا آمده می برنامه باشم از هر میمار می سوال پرسال میکنم. صلح بیاید چی کار میکنی؟ نگوین که تقلید کرد از بزرگا از سیاسون که گفتن که ما میریم بدخشان و مزار و سرخاب و اینجا. ما واقعا صلح اگه بیاید رسنا جان یک لست دارم که در ولایت ها باید برم. ولایت هایی که ما رفتیم وردک، غزنی، هرات، پنجشیر، ننگرهار، کاپیسا، این ولایت هایی بوده که ما رفتیم و چند ولایت دیگه که شاید فعلا نامش در ذهنم نباشه، اما ولایت هایی که میخوایم برم که صلح اگه بیایه بامیان است، قندهار است، قندهار حالا بدون صلح هم اگه در شهرش بریم مشکل نیست، خوست است، کنر است، نورستان است، یک جای بسیار فوق العاده است، بدخشان، این جایهایی که واقعا اگه بیای سال در موتر آدم بره بسیار مزه میده و وطن از ماست، منتها یک رقم پایواز نیستیم، پایوازی نشدیم که در این ولایت بریم راحت تر بگردیم بشینیم، اما بسیار جای زیبا داره. یعنی واقعا نمو تصاویر خارجی را یکان دفعه دوستا روان میکنن، از اونجا که به مراتب بیشتر زیبایی های زیاد داریم ما، بله. اما محروم هستیم از دیدنش که به خیر ببینیم. و چند سوال ما ببینیم به چی اندازه با دخترهایتان نزدیک هستین شما که بتانین ذهنشان را بخوانین. خوبه؟ خیلی. اطهر کدام رنگ دوست داره؟ اطهر ککوی را دوست داره. من نفهم کدام رنگ است ککوی؟ ککوی. کدام رنگ است؟ ککو رنگ ککو. ککوی. جوابتان درست است. فکر کنین صد ثانیه است. غذایی را که زیاد خوش داره؟ غذایی را که زیاد خوش داره این برگر و چپس و این چیزا را پشتش و اون وطنی تو برگرهای دیگر که بهش میارم میگی چی است؟ خب کارتونی که تماشا میکنه؟ آقای لوبیا. مستر لوبیا. مستر بینه میبینه. اطهر جان چی چیز پدر تا خوش داری زیاد؟ آینه‌کار زیاد مرا به آینک می‌بینه و کامپیوتر یا که من می‌بینم یا کتاب یا می‌خونم می‌پوشم و باز نه نشکستانده خب منتها می‌پوشه یکان دفعه. خب حفی جان جایگاه دخترهایتان را در زندگیتان چه قسم پیدا کردید؟ کسی که یک دختر داره یک برکت و یک رحمت خداوند خانیش است. کسی که دو دختر داره ای ضرب دو میشه و خوشبخت‌ترین پدر و مادر روی زمین پدر و مادر است که بیشتر از دو دختر داره. هیچ وقتی موضوع را و این گپ را به دل خود نگیرن، هر دوش نعمت خداوند است و ما دخترهای ما یکش از دیگهش کرده بیشتر دوست دارم و محبت که دخترها دارن با پدر ای بیخی دیگه یک چیز بسیار خاص و ویژه است. 100% وقتی که به خانه میری که با آغوشت میه و یک دو سه کلمه میگه ای دیگه کل دنیا هست. از خاطر دختر قدر دختر داشتن باید آدم بفهمه. دیگه اطهر جانم چیزهایی که دوست داره چی کاره میخوایی شوی؟ دکتر میخوایی شوی؟ دکتر میخوایی شوی؟ خوب دیگه اگر خوال خود نظرش باز شاید تغییر کنه، ما و شما هم خورد بودیم میفتیم دکتر باید شویم. بله. اما باز اگر نظرش تغییر کرد هر چیزی که دوست داشت هر رشته که دوست داشت بخانه من حمایتش میکنم. بسیار خوب. تنها به اطهر نه، بر این جان و بر مطهره جان همچنان. اطهر جان تشکر که در برنامه ما آمدی. تشکر از شما، از تموم بیننده جان. از شما بیننده عزیز همچنان تشکر. اطهر جان در برنامه با ما بود، دخترک دوم حفیظ جان محمدی که شما دوستا گپکای شیرین شنیدین. قسمت آخر برنامه ما هست عزیزا، طبق وعده که بر شما دوستا هم کرده بودم برمیگرده به سوالای شما دوستا که ازم پرسیده بودین که از حفیظ محمدی بپرسم. دستپخت همسرتان خوشمزه است یا از مادرتان؟ از هر دویشان. نه یک نفر باید بگوین. قاب گفتگو یادتان رفته که یک جواب از هر دویشان. یک نفر شما باید بگوین. خانم رو دست این مقصد. یک شما باید بگوین. از همسرم؟ از مادرم هم. ما اولش قبول کردیم یا دوم میشه کدام شد؟ دلتان دیگه. اگر نطاق نمی بودی چه کاره خود می بودی؟ اگر نطاق نمی بودم بازم نطاق می بودم. خدرش که علاقه بخواد؟ من به ژورنالیسم، به کار رسانه از معاون که من به مکتب بودم من علاقه داشتم. دیگه یعنی بسیار با می کار راحت هستم و یک چیزی که میخوایم بگویم
بعضن میگن که یک چیز به خونتان میباشه، به مو دینیتان میباشه. از ما هم خدای دم خون ما است. خب عفو جان، یک کار میکنیم، سر تحصیلاتتان صحبت میکنیم که بیشتر دوستا هم علاقه دارن بفهمن. تحصیلات عالی تان در کدام رشته است؟ سال 2007 بود که من اداری تجارت شروع کردم، دیپلم میشه. خب بعد از اینکه اداری تجارت دیپلم میشه خواندم، بر من خوشایند بود و بعد از باز لیسانس شروع کردم سال 2008. یک سال دیپلم خواندم، باز یک سال سال بعدیش لیسانس شروع کردم، 4 سال رو خواندم یک از پانتونای معتبر خصوصی و سال 2012 فارغ شدم از اداری تجارت لیسانس. بعد از او باز یک وقفه بود تا سال 2014 که باز یک زمینه مساعد شد، من رفتم به آمریکا پانتونی کالیفرنیا و در اونجا من درس خواندم از ژورنالیسم برای کورس 4 ماه همقدر بود و دقیقا وقتی بود اسنا جان که یک شب من لایف امی آقای جان کیری که به افغانستان آمد و امی حکومت اعلان میکرد و استاد بودن، من اون شب لایف در امریکا میدیدم و بسیاری دوستان مرا میگفتن که او بچه چی میکنی، پس نرو، بیا زمینه مساعد از، بیا کانادا، بیا بیا ای شهر، بیا ای شهر، بیا منطقه. من دیگه دلم یک رقم تنگ بود، میگفتم برم، 100% گفتم پس باید برم افغانستان و اونجا یه درس خواندم در اون شرایط در اون وقت. و بعد از او باز پس که افغانستان آمدیم یک دو سال باز وقفه بود، باز رفتم به ماستری درخواست دادم و ماستری رو شروع کردم، دو سال ماستری خواندم، بازم در اداره تجارت، یعنی اداره تجارت ما بخی پخته خواندیم دیگه، از دیپلم شروع کردیم، باز لیسانس، باز ماستری و حالا ما پلان به این دارم که دکترا را بخوانم، اما به تفاوت از اینکه در افغانستان زمینه مساعد شوه، چون در وطن خود آدم باشه، به مو زبان خود آدم، به مو فضای خود آدم، به مو محیط خود آدم، بله، محیط و هموطنای خود آدم، اما همسنفی هایی که از مو پیدا میشه و آدم آشنا میشه بسیار خوشایند است. از خاطر زمینه اگه مساعد شوه انشالله که میرم بخیر بخوانیم و یک از آرزوهای ما است دیگه، انشالله که همگی جوانای دیگه که آرزو دارن، امید دارن بخیر به یارزوی خود برسن. انشالله قاطی بودن در تصمیم کار خودم میکنه همیشه.